اطلاعات عمیق، تحلیل‌های وزین در بازارهای سهام، وام و مستغلات، ارز، مالیات و حسابداری، بیمه و بازنشستگی، پسنداز و سرمایه‌گذاری، بازارهای جهانی، پزشکی و روانپزشکی، همراه با گزارش‌های ویژه و مصاحبه‌های اختصاصی و اخبار فرهنگی اجتماعی، همگی زیر یک چتر. Iranian Financial Times. www.iranianft.com. برگشتیم، مشاهدگر برنامه ایرانیان فاینانشال تایمز هستین از شبکه جهانی اندیشه. قسمت اول برنامه‌مون هستش تن و تندرستی. این هفته آقای دکتر پرویز قدیریان لطف کردن وقتشون رو به ما دادن. ایشون استاد دانشگاه مونتریال در تغذیه و استاد دانشگاه مگی در زمینه سرطان شناسی هستن. سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم از وقتتون. با درود و عرض سلامتی برای شما و همه بینندگان عزیز این برنامه در هر کجای دنیا. خیلی ممنون، مرسی. آقای دکتر، برنامه بسیار کوتاه هستش، همونطور که اطلاع دارین. چند سوال خیلی مهم بود که از طریق ایمیل از ما کردن که دلم میخواستش اگه اجازه هست ازتون این سوالا رو بکنم. مرسی. سوال اول آقای دکتر درباره آب‌های توی شیشه، تو آب‌های بطری به عنوان آب معدنی به ما میفروشن، به عنوان آب چشمه میفروشن، آیا اینها بهتر از آب نوشیدنی هستش که از شیر آب ما میتونیم بخوریم؟ آیا بهتره؟ چون اینجا الان میگن یه سری میگن بده، یه سری میگن خوبه، و این سوال برای ما پیش اومده که چه باید بکنیم؟ به دو دلیل آب‌های بطری‌های پلاستیکی قابل نوشیدن نیستن. یکی به خاطر اینکه پلاستیک‌هایی که مصرف می‌کنن اینا توش مقداری ماده شیمیایی BPA هستش که سرطان‌زا هست، بیماری‌زا هستش. اخیراً وزارت بهداری کانادا آمده صدها نفر رو آزمایش کرده و خونشون و ادرارشون رو دیده که مقدار زیادی این ماده سمی در 90% مردمی که آب به اصطلاح بطری‌های پلاستیک مصرف کنن این ماده شیمیایی در ازارشون وجود داره که خیلی خیلی خطرناک هستش. به چه دلیل ما نباید آبهای به فلا بطری های پلاستیک رو مصرف کنیم؟ اینه که هر اینکه شما میتونه هر کسی میتونه تو زیر زمین خونهشون یه مقداری آب لوله کشی رو بریزه توی پلاستیک ها و برش روش برچسب بزنه بیاره بپوشه، هیچ کسی کنترل نمی کنه و این خیلی خیلی بعدی برای که برای سلامتی خوب نیستش. دومی که ما همون ده زیادی از اینها آب به صلاح لوله کشی رو میارن میریزن توی این باتی ها میارن میپوشن. شما میایید آب رو به اندازه قیمت مثلا بنزین میخرید یا قهوه میخرید مصرف کنید، اصلا درست نیست. دانگی که شما میتونید مجانی رو مصرف کنید و اینا تاریخ مصرف نداره. تاریخ مصرف گاهی مینویسن 3 سال آینده. شما اگر بعضی از چیز کمپانی خیلی معروف اگر شما نگاه کنید روش نوشته اصلا امروز این آب خرید نوشته در 2014-2015 این بسیلا تاریخ مصرفش تموم میشه. در روی که چقدر ماده شیمیایی توش دادن که این چندین سال میتونه در بیرون بمونه، در هوای گرم و سرد بمونه. فقط در آمریکا باید بگم که هر روز حدود 2.5 بیلیون باتی های پلاستیکی دور ریخته میشه. ببینید چقدر برای طبیعت بد هستش. تو اینها یه مقدار زیادی ماده شیمیایی هستش و از خبر معلوم ده ها سال طول میشه که تا از بین بره و از بین میمونه دوباره و میره به گردش به اصطلاح غذای انسان و وارد بدن انسان میشه. در اصل به هیچ عنوان توصیه نمیشه آب باتی های پلاستیکی مصرف بشه. برای اینکه آب لوله کشی رو روزی چند بار آزمایش میکنن و دقت میکنن که چیزی به صلاح مشکلی نباشه، آلوده نباشه، ولی در آبهای بطری های پلاستیکی اینطور نیست. و نظرتون درباره این تونک‌هایی که الان فروخته میشه که آبو میریزن توش و به صورت تصفیه ازش میاد، یه دونه مثل اسپانج توش میذارن و این آبو تصفیه میکنن تو یخچال میذارن، نظرتون درباره اونا چیه؟ آیا اون درسته یا اینکه ما همین فقط شیر آبو واکنیم و آبو بریزیم بخوریم؟ صافیه‌ای هستش که به اصطلاح سنگینی آبو میگیره، هیچ کاری نداره با میکروب اینا. شما نمیتونید مثلا آب مثلا چشمه رو یا آب لوله کشی نشده توش بریزید فکر کنید مثلا این تصفیه میشه، نه. فقط بعضی از این فیلترها هستن که سنگینی آب میگیرن و اونم زیاد مهم نیست برای اینکه شهرهای بزرگ اصولا این کارا رو میکنن.
باید توجه داشته باشید که اکثر این فیلترها افرادی که می‌سازن ممکنه افراد باشن که واقعا تخصصی ندارن، فقط به خاطر بازاریابی و پول درآوردن این کار میکنن. اگر اینا رو بیاید بازش کنیم، این توش هیچ چیزی نیستش. در صورت نباید ما گول اینطور چیزا رو بخوریم. و اگه بدونیم کمپانی معروفی هستن که این کار میکنن درسته، وگرنه اگر هیچ مارکی روش نداره اینا نباید باشن. خیلی ممنون، مرسی، خیال من راحت کردین آقای دکتر. پس من برم از همین الان آب شیر بخورم. سوال دوم ما که از ما سوال شده بود، درباره این روزها درباره فواید قهوه خیلی صحبت میشه. همیشه به ما گفتن قهوه ضرر داره، کافئینش بده، ولی کن میگن که قهوه به بیماری MS کمک میکنه. اگه ممکنه یه خورده توضیح در این مورد برای ما بدین. خیلی ممنون، سوال خیلی جالبی هستش. برای اینکه هم ترکیه اشاره کردی، یه دی بدون نمیدونم یه تعصبات عجیبی هستش که قهوه رو اصلا اینا در بارش خیلی بد صحبت میکنن و اصلا از داره علمی سیاد نداره. در یه دو دهه گذشته مطالعات خیلی زیادی شده، دانشگاه خیلی بزرگ نیست که دانشگاه کورنل، هاروارد اومدن صدها هزار نفر رو مطالعه کردن برای ثابته قهوه به بیماری ها. مثلا ما میدونیم که همین اخیرا هفته پیش مقاله چاپ شده در مورد قهوه و بیماری MS مولتیپل اسکلروزیس که دیگه که جلوشو میگیره، هر کاری بیماری رو تاخیر میندازه. الان ما میدونیم که بیماری کسی قهوه میخوره پارکینسون کمتر میگیره، آلزایمر کمتر میگیره، سرطان ها مثلا سرطان کبد کم میگیره. گروه ما در مونتریال ما مطالعه کردیم 320 سال پیش ما پیدا کردیم که قهوه باعث پیشگیری سرطان پانکراس میشه یا لوزر معده میشه، و اخیراً هم پیدا کردیم که سرطان سینه رو جلوش میگیره و هم تو بیماری رند نوع دو. چرا؟ برای اینکه قهوه توش ده ها ماده شیمیایی روش داره که برای سلامتی خوب هستش. درسته ما باید انصاف داشته باشیم، ضرر و زیان قهوه رو باید بگیم، حساسیت برای در بعضی ها وجود میاره، نصف لرزش دست و تپش قلب و پوکی سخان اینا، ولی فوایدش خیلی خیلی بهتر از زرازیانش هستش. بعد اینجا اشاره کنم که قهوه کافئین دار هستش خاصیت داره، نه قهوه یک بدون کافئین. بله، سوال من همین میخواست باشه. بله، بله، کافئین دار. بعد وقتی کافئینش ما میگیریم به مقدار ماده شیمیایی بهش میزنیم که متاسفانه توش میمونه، به گیج هستش بهش میزنم و بعدش هم یه مقداری از این کافئین که از این داره، بعض مواد دیگرش هم از این داره که بسیار بد هستش. به بعد مطالعاتی که شده نشون میده که بهتر قهوه با یه چیزی خورده بشه روی شکم خالی نباشه. مثلا شما یک کمی بیسکویت یا یک کمی شیر توش بریزید یا یک کمی شکلات یا چیز دیگه، برای اینکه خیلی مهمه که با شکم خالی خورده نشه. در صورت قهوه رو باید من در 25 سال رو قهوه کار کردیم، در کارهای تحقیقاتی کردیم اینا، و بگم که روز 3 فنجان قهوه کافئین دار اصلا ضرری نداره و منفعتش خیلی خیلی زیاد هستش. باید بدونیم که بهتری که اون عقایدی که الان در بازار هستش بعد رو من میکنم برای نوشیدن قهوه، باید اون فراموش کرد. پس روزی 2-3 لیوان رو شما تجویز میکنین برای همه؟ بله. یه موضوع دیگه رو من میخوام بگم که خیلی مهم هستش. اخیرا یه کمپانی، یک به حساب چیز مرکز تحقیقاتی علمی، اومده 10 نمونه از قهوه هایی که در بازار آمریکا وجود داره و اینا میگن که بیکافئین تاثیرش کافئین نداره، اومدن آزمایش کردن، دیدن که 9 تاشون دروغه و یکیشون کافئین نداره، 9 تا دیگه شون یا کافئینشون همونه یا یه کمی کمتر کافئین داره. در صورت شما میبینی که بعضی ها ممکنه به کافئین آلرژی داشته باشن یا مشکلاتی باشه، نباید کافئین بخورن، ولی قهوه های بیکافئینی که در بازار هستش دروغ هست و درست نیست. خوشبختانه من خوشحالم که کافئینشان هست که مردم میتونن ازش استفاده کنن. و شما وقتی میدید بیکافئینت میخوادی، گرونتر هم میخوادی، اینها درست نیست. خیلی ممنون آقای دکتر. قهوه همونطور که گفتین هم برای MS خوبه هم برای سرطان. آیا برای کسایی که سرطان دارن هم خوبه یا اینکه جلوی سرطان رو میگیره؟ نه، هم جلوی بیماری ها رو میگیره، پارکینسون، آلزایمر و سرطان میگیره، و هم حرکت بیماری رو قطع کمتر میکنه. مثلا الان کسی که سرطان سینه داشته باشه، ما بهش توصیه میکنیم روزی چند فنجان قهوه کافئینیت یا کافئین دار بخوره که این نمیذاره سلولای سرطانی بیشتر از اون رشد کنه یا درجه دیگه بشینه، برای اینکه
فقط کافی نیستش، ده ها ماده شیمیایی دیگه درش هستش که همش خاصیت داره، اگه وقت باشه آدم میتونه درباره صحبت کرد. ولی به هر حال هم جلوش میگیره هم در درمان کمک میکنه. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر، بی نهایت متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. اگر اجازه بدین در هفته های آینده هم مزاحمتون بشیم و از این اطلاعاتتون استفاده بکنیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان به خدا میسپارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما آقای دکتر. خداحافظ. بینندگان عزیز، قسمت دوم برنامه تا لحظات دیگه شروع میشه. اسم قسمت دوم برنامه هست رمز موفقیت با مشاوران موفق. با ما باشید. سلام، من دکتر ندا زمان هستم، وکیل مدافع شما در مقابل دولت و دادگاه‌های آمریکا. رسیدن به آمریکا آنچنان دشوار نیست اگر وکیلی مجرب داشته باشید. برای دریافت گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری، ازدواج یا کار و هر گونه امور مهاجرتی با دفتر ما در لس آنجلس تماس بگیرید. دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های آمریکا در امور مهاجرت. تلفن 213-381-3777.